تو این جلسه ضمن آشنایی با لایه های ایمیج و وکتور تو محیط موهو یا انیمه استودیو، آشنایی با ابزارهای طراحی رو آغاز میکنیم. حالا قبل از اینکه آشنایی با ابزارهای طراحی رو در واقع شروع کنیم و کاراکتر مورد نظر خودمون رو ایجاد کنیم، با نحوه ورود فایل های تصویری یا ایمیج ها به داخل موهو آشنا میشیم. فایل هایی مثل PNG, JPEG, PSD و انواع مختلف. برای این کار میرم سراغ فایل و یک صحنه جدید یا در واقع یک فایل جدید ایجاد میکنم. فایل میبینید به این صورت برای من در یک تب جدید ایجاد میشه. زمانی که فایل جدید رو ایجاد میکنیم، این که توی قسمت لیر منیجر یا پنجره لایه ها برای ما یک لایه ایجاد شده و برای ما اسم گذاری هم شده. توی این قسمت میتونید این لایه رو ببینید. این لایه که ایجاد شده به صورت پیش‌فرض از نوع در واقع وکتور هستش. اگر من این قسمت رو بیارم عقب‌تر، میتونید نوع لایه رو در اینجا ببینید. تو این قسمت کایند نوع لایه مشخص است. اگر این کایند برای شما نمایش داده نشده، میتونید روی این قسمت راست کلیک کنید و تیک رو بزنید تا کایند نمایش در واقع داده بشه توی لایر منیجر. پس به صورت پیش‌فرض برای ما یه لایه وکتور ایجاد میشه. اما اگر ما بخوایم تصویر مورد نظر خودمون یا مرجع مورد نظر خودمون رو وارد محیط انیمه استودیو کنیم، میتونیم بیایم سراغ نیو لیر و در واقع ایمیج رو کلیک کنیم. با کلیک کردن روی اون میبینی که برای ما یه پنجره باز میشه. پنجره در واقع سلکت ایمیج هست. ما میتونیم هر نوع فایل در واقع ایمیج رو انتخاب کنیم. اینجا فایل مد نظر ما در واقع فایل این دینا هستش که اینجا داریم و این هم فایل PSD هست که اون رو هم میتونیم باز کنیم، اما اینجا ما با در واقع فایل PNG رو میخوایم باز کنیم. پس فایل رو انتخاب میکنم و اوپن رو میزنم. میبینی که در واقع توی این قسمت فایل باز شد، کاملا میتونیم اینجا ببینیم. اسم اون هم در اینجا قرار داده میشه و نوعش هم که کاملا مشخصه و از نوع ایمیج هست. بسیار خب، حالا میایم سراغ در واقع این پنجره ورک اریایی که داریم. با اسکرول موس میتونیم عقب جلو بریم یا با استفاده از شیفت و راست کلیک. در واقع قبلا هم گفتم با اسکرول یا شیفت یا راست کلیک میتونیم این کار رو انجام بدیم. میبینید که کمی بزرگتر از نمای دوربین ما هست. همونطور که میبینید زمانی که ایمیج رو وارد میکنیم، این ابزار ترانسفورم در واقع اینجا فعال هستش که شورتکات اون هم M هست. ابزار ترانسفورم زمانی که فعال باشد، یک مستطیلی اطراف تصویر ما در واقع ایجاد میشه. در واقع دو تا مستطیل که این مستطیل داخلی با استفاده از اون ما میتونیم اسکیل رو داشته باشیم. اگر روی این یکی از این دایره ها کلیک کنیم، در واقع میتونیم به صورت همزمان در دو جهت و یا در یک جهت خاص این کار رو انجام بدیم. در واقع کار تغییر سایز رو میتونیم یا تغییر مقیاس رو انجام بدیم. اگر روی این دایره کناری کلیک کنیم، در دو جهت این کار انجام میشه و در روی این دایره هایی که در روی بین لبه ها وجود داره، در واقع در یک جهت ما کار تغییر سایز رو میتونیم انجام بدیم. اگر بر روی خود این مستطیل داخلی کلیک کنیم و جابجا کنیم که در واقع یا در واقع درگ کنیم، میتونیم تصویر رو جابجا کنیم. و همچنین اگر بیان توی بین این دو تا مستطیل، در واقع میبینی کرسر موس تغییر میکنه و کاری که انجام میده حالا روتیشن است و چرخش رو ما میتونیم داشته باشیم. توجه داشته باشین که تمام این ترانسفورم ها یا تمام این جابجایی ها و تغییرهایی که ما داریم نسبت به این نقطه اتکای نقطه مرکزی صورت میگیره که ما با استفاده از ابزار کناری اون که در واقع ست اورجین هست و شورتکات اون هم او هست، میتونیم بیایم و اورجین اون رو یا مرکز رو تغییر بدیم. به عنوان نمونه اگر من این قسمت رو اورجین رو تغییر بدم، این علامت به علاوه که وجود داره و اون رو در این قسمت قرار بدم، میبینید که در واقع حالا اگر بیام سراغ ترانسفورم و کلید ام رو بزنم، چرخش نسبت به این نقطه صورت میگیره. چرخشی که ما داریم نسبت به نقطه در واقع مرکزی که وجود داره و همچنین در واقع اسکیل ها هم نسبت به همین نقطه یا تغییر مقیاس ها هم نسبت به همین نقطه صورت میگیره. برای جابجایی توی صحنه که قبلا هم گفتم با راست کلیک میتونیم این کار رو انجام بدیم. بسیار خب، پس ابزار ترانسفورم در واقع به این صورت عمل میکنه. تمام این پارامترها به صورت عددی برای ما در این قسمت هم وجود داره. ما میتونیم ریسیت رو بزنیم تا برگرده به حالت پیش‌فرض. اسکیل رو میتونیم ریسیت کنیم تا اون هم برگرده به حالت پیش‌فرض و یا روتیشن رو که در واقع میتونین این رو اینجا ببینین تا اون هم برگرده به حالت پیش‌فرض. و اگر ابزار ست اورجین رو فعال کنیم، برای اون هم ریسیت وجود داره که ما میتونیم اون رو هم به حالت اولیه خودش برگردونیم.
تمام ابزارهایی که ما در قسمت تول باکس یا پنجره تولز انیم استودیو فعال میکنیم، اگر روی آیکون اون کلیک کنیم که در واقع ابزار داره ریست هستش، ما میتونیم ریست تولز رو بزنیم تا کاملا به حالت پیش فرض برگرده. بسیار خوب، این ریست رو میزنم و اگر ریست آل رو بزنیم تمام ابزارهایی که وجود داره در واقع به حالت پیش فرض برمیگرده. البته این ریست منظور گزینه‌هایی است که در این ابزار وجود داره و اونها رو به صورت پیش‌فرض برمی‌گیره، نه این تغییراتی که اینجا اعمال کنیم. در واقع اگر این گزینه رو به عنوان نمونه غیر فعال کنیم و دوباره بریم در ریست رو بزنیم، اون گزینه رو برای ما به حالت پیش‌فرض اولیه برمی‌گردونه. و اگر بخوایم لایه رو به جای اولیه برگردونیم، میتونیم به ریست رو در واقع کلیک کنیم تا به محل اولیه برگرده. اینجا دو تا گزینه وجود داره که همونطور که مشخصه میتونیم با استفاده از اونها تصویر رو فلیپ کنیم یا در واقع لایه‌ای که انتخاب هست رو فلیپ کنیم در جهت ورتیکال یا در جهت هوریزنتال، در واقع در جهت هوریزنتال یا ورتیکال. به این صورت میتونیم در واقع تصویر رو به حالت‌های مختلف تغییر بدیم. بسیار خب، پس با نحوه ورود تصویر به داخل محیط انیم استودیو آشنا شدیم. اما همونطور که قبلا هم گفتم، در واقع این مستطیل آبی رنگ نمای دوربین ما هست و اون چیزی که در خروجی دیده میشه. حالا ما این رو تصویر رو میتونیم از این قسمت بگیریم و کوچیکترش کنیم تا در داخل نمای دوربین ما قرار بگیره. و حالا میریم به سراغ در واقع لایه وکتور یا لایه‌ای که در اون طراحی صورت میگیره. همونطور که قبلا هم توی آموزش‌های مختلف افتر به اون اشاره کردم، وکتور در واقع یک نوع لایه‌ای هستش که از معادلات ریاضی استفاده می‌کنه برای ایجاد منحنی و در واقع با زوم کردن کیفیت اون تغییر نمی‌کنه، برخلاف در واقع تصاویر یا ایمیج‌ها که با زوم کردن کیفیت اونها کاهش پیدا می‌کنه، چون از نوع پیکسلی هستن. در واقع پیکسل ها با زوم کردن کیفیت خودشون رو از دست میدن، اما وکتور ها با زوم کردن کیفیت خودشون رو از دست نمیدن. توی محیط انیمه استودیو اگر بخوایم طراحی انجام بدیم، در واقع به صورت وکتور هستش و ما باید یه لایه وکتور ایجاد کنیم. همونطور که قبلا گفتم، زمانی که ما انیمه استودیو رو در واقع یه فایل جدید ایجاد میکنیم، یه لایه وکتور برای ما ساخته میشه که با استفاده از این ابزار میتونیم اون رو دیلیت کنیم. حالا برای ایجاد دوباره لایه وکتور میتونیم بیایم سراغ نیو لایر و وکتور رو بزنیم تا به این ترتیب لایه وکتور برای ما ساخته بشه. ما اینجا میتونیم نام اون رو وارد کنیم، اگر کمی این قسمت رو فضاش بیشتر کنم، اسم دلخواه خودمون رو میتونیم وارد کنیم. حالا با این پنجره که باز شد بیشتر آشنا میشیم. اینجا میتونیم یک کلیک کنیم تا اسم دلخواه خودمون رو اینجا وارد کنیم. با نمونه تست رو اینجا وارد میکنم تا ببینیم به چه راحتی میشه رینیم رو انجام داد. با این هم ویزیبیلیتی در واقع تغییر میکنه، میتونیم ویزیبیلیتی رو آف یا آن کنیم. و تو این قسمت ما میتونیم برای هر لایه‌ای که داریم رنگ مشخص کنیم تا دستبندی ما راحت تر بشه. میبینیم که رنگ زمانی که تعداد لایه ها زیاد بشه، در واقع این برای ما بسیار کاربردی هستش. حالا این رو هم برمیگردم به حالت پیش فرض. حالا اگر بیام سراغ این تول باکسی که در این کنار وجود داره یا پنجره تولزی که اینجا وجود داره، میبینیم که زمانی که در واقع لایه وکتور رو انتخاب میکنیم، ابزارهایی که برای ما فعال میشه ابزارهایی مثل درا فیل یا ابزارهای به این صورت هستش. اما زمانی که لایه ایمیج رو انتخاب میکنیم، این ابزارها تغییر میکنه به ابزار کراپ که در واقع میتونیم با استفاده از اون کراپ انجام میدیم، مشابه فتوشاپ، و ایمیج ماسکینگ که حالا با استفاده از در واقع اون میتونیم ماسک کنیم رنگهای خاصی رو که زیاد وارد جزئیاتش فعلا نمیشیم. پس می‌بینی که این تول باکس یا پنجره تولزی که اینجا داریم به صورت هوشمند است و با توجه به لایه‌ای که ما انتخاب می‌کنیم در واقع تغییرات خودش رو داره. همچنین اگر دقت کنیم، می‌بینی که اگر من یه فریم جلوتر بیام، اون ابزارهای درا یا طراحی دیگه در اختیار من قرار نمی‌گیره. اون ابزارها در حالت دیزاین مود یا در فریم صفر فقط برای من در واقع وجود داره. حالت دیزاین مود رو می‌تونید اگر بیام کمی جلوتر، می‌بینید که زمانی لایه وکتور انتخاب هست، حالا ابزارهای درا در اختیار ما نیست. اگر بریم سراغ ویو و دیزاین مود رو فعال کنیم یا شورتکات اون کنترل شیفت دی فعال کنیم، می‌بینید که در واقع این تایم اسلایدری که وجود داره به فریم صفر میره. تمام طراحی‌هایی که در محیط انیمه استودیو صورت می‌گیره در واقع در همین فریم صفر صورت می‌گیره. بعد دقت کنید که حتما اگر می‌خواید طراحی انجام بدین در فریم صفر این کار رو انجام بدین.
بسیار خب، حالا قبل از اینکه بریم و طراحی این کاراکتر رو در محیط انیم استودیو شروع کنیم، کمی با ابزارهای طراحی در انیم استودیو آشنا میشیم تا کار برای ما راحت تر بشه. و در واقع اولین ابزاری که میخوایم با اون آشنا بشیم ابزار اد پوینت هستش که در این قسمت وجود داره و شورتکات اون A هستش که در واقع با کلیک بر روی اون میتونین آپشن باکسی که اینجا دیده در واقع وجود داره رو هم ببینید. ما با استفاده از این ابزار اد پوینت در واقع به طراحی تو محیط انیم استودیو میپردازیم و در واقع لایه‌های وکتور رو ایجاد میکنیم. حالا برای اینکه با اون آشنا بشیم میتونیم خیلی راحت در یک جای از صحنه، در یک جای از نما کلیک کنیم. با کلیک کردن اینه که یه نقطه برای ما ایجاد میشه و با کلیک دوباره در واقع نقطه بعدی در فضا برای ما ساخته میشه. اما برای اینکه خطوط به وجود بیان و منحنی ها لازم هستش که علاوه بر کلیک درگ هم در واقع داشته باشیم. اینه که با کلیک و درگ برای ما یه خط ایجاد میشه یا در واقع دو نقطه و خط مابین اونها ایجاد میشه. اگر این تغییرات در واقع این آپشن های شما به صورت پیش فرض نیست، میتونید روی اون کلیک کنید و ریست تولز رو بزنید تا کاملا به حالت پیش فرض برگرده. بسیار خوب، بس دیدین که با کلیک کردن و درگ کردن برای ما خط ایجاد میشه. اما اگر حالا دوباره خط دوم رو بیایم در یه جای دیگه در واقع کلیک کنیم و درگ کنیم، میبینیم که در واقع به این صورت برای ما خط دوم هم ایجاد میشه که کاملا غیر مرتبط با خط اول هستش. اما این امکان برای ما وجود داره که بیایم و از ادامه اون نقطه‌ای که داریم از هر جایی میتونیم این کار رو انجام بدیم، در واقع خط بعدی رو ایجاد کنیم. برای این کار کافی است بریم سراغ اون نقطه، کلیک و درگ کنیم. به این صورت میبینیم که برای ما منحنی ایجاد میشه. به همین ترتیب ما میتونیم این کار رو ادامه بدیم تا منحنی‌های بیشتری برای ما ساخته بشه. و اگر این نقطه رو بیاریم روی این نقطه انتهایی ابتدایی قرار بدیم و دکمه اینتر رو بزنیم، در واقع یه خط بسته یا منحنی بسته برای ما ایجاد میشه که رنگ اون به وسیله این قسمت به وسیله پنجره استایل مشخص میشه و این رنگ فیل در واقع اون رو مشخص میکنه و در واقع استروک که اینجا وجود داره رنگ خطوط مرزی اون رو مشخص میکنه. یه خط مرزی با در واقع عرض 4 پیکسل اینجا برای ما به وجود اومده. پس فیل، استروک و وایت که اینجا وجود داره یا ویتس که اینجا وجود داره در واقع این کار رو برای ما انجام میده. فیل رنگ داخلی، اون رنگ پرکننده و در واقع استروک رنگ خطوط مرزی است و ویتس هم که در واقع عرض این به پیکسل هستش، عرض استروکی که داریم. بسیار خب، پس دیدین که این به این صورت ما میتونیم خطوط بسته داشته باشیم. اما اگر این گزینه اتوول فعال باشه، اگه این گزینه اتوول رو فعال کنم و حالا دوباره این کار رو انجام بدم، میبینی که بلافاصله زمانی که در واقع این روی نقطه ابتدایی قرار میگیریم به صورت اتوماتیک برای ما این تبدیل میشه به یه منحنی بسته و لازم نیست دوتا نقطه رو روی هم قرار بدم و دکمه اینتر رو بزنم تا منحنی بسته ایجاد بشه. پس کار با اتوول در واقع بسیار راحت‌تر هست و دیگه لازم نیست بیایم و اون کار رو انجام بدیم و با زدن دکمه اینتر در واقع خط بسته ایجاد کنه. بسیار خب، حالا یه آشنایی ابتدایی با ابزار طراحی اد پوینت در واقع پیدا کردیم. گزینه‌های بعدی اون رو توی جلسه بعد ادامه میدم تا در واقع ویدیو طولانی‌تر نشه و خسته کننده در واقع نباشه.